ای اهورا، مهرت را بر ما ببار و از دانش بی انتهایت ما را سیراب ساز. رضا ابراهیمی هستم، ارادتمند همه شما خوبان. دوستان گرامی، ما معمولا در مکانهای باستانی به انواع اقسام چاهایی برمیخوریم و معمولا اگر افرادی که در رابطه با باستان دانش و آگاهی چندانی نداشته باشند، مطالعه چندانی نداشته باشند، متاسفانه هر سازه‌ای رو ربط میدن به بار و دفینه. یه خشتی رو میبینن، یه استخونی میبینن، هر چیزی رو که میبینن فکر میکنن دقیقاً در اینجا تریلی تریلی گنج هست، یا یک سنگی که شبیه هر چیزی میتونه باشه در طبیعت، اون رو به بار و دفینه ربط میدن و این کار بسیار بسیار اشتباهی هست و دلیل عدم موفقیت همه هموطنان همین تفکر غلط هست. بنده چند مورد از چاهایی که در باستان حفاری شدند به دلایل مختلف خدمتون عرض میکنم تا در مورد چاهای باستانی به نوعی دانش و آگاهیتون بالا بره. ما چاهی رو داریم در یک تختگاه. وقتی یک چاهی در یک تختگاهی باشه، دوستان عزیز، دقیقاً دهانه چاه باز باشه، چاه خالی باشه، عمق چاه از 15 تا 24 متر باشه. میرید ته چاه، میبینید ته چاه ورودی میده. ورودی رو میرید میبینید به یک دالانی میرسید که اون دالان ارتفاعش 2 متر هست. خب سریعا اونجا دنبال دفینه میگردید، اطراف رو بررسی میکنید و فکر میکنید که اینجا دفینه است. نه، اون چاه دوستان گرامی به نوعی یک پناهگاه بوده و برای پناهگاه ساخته شده و هیچ ارتباطی به بار و دفینه نداره. خب این از این. ما چاه دیگه ای رو داریم که دهانه چاه مسدود شده، حالا یا با ساروج. خدمتون عرض بشه که میرید داخل چاه، میبینید دیواره چاه از جنس ساروج هست. میرید داخل، میبینید داخل استخون هست. نگاه میکنید میبینید بله، خاک علک شده هم هست. خب اطراف رو نگاه میکنید ببینید چیز دیگه ای نیست. اگر چنین چاهی رو دیدید، این چاه قدمتش برمیگرده به دوره اشکانی و این چاه مخصوص سرداران و افراد بلند مرتبه است که اگر در جنگی کشته بشن به نوعی اونها رو داخل این چاه مینداختن و اون استخونی که میبینید مربوط به همون سردار اشکانی هست و به بار و دفینه هیچ ارتباطی نداره. خب بریم سراغ یک چاه دیگه و یک داستان جالب دیگه. ما در کنار امامزاده ها دوستان گرامی چاه‌هایی رو داریم که این چاه‌ها معروف هستند به چاه‌های آیینی و اعتقادی. ما میگیم امامزاده، اما قبل از ورود اسلام این مکان‌ها، در این مکان‌ها سردارانی دفن بودند که به نوعی مردم به اونها عرق خاصی داشتند، علاقه خاصی داشتند و اونها رو افراد بزرگ و جنگجو و میهن پرست میدونستن و حالا ممکنه در مکان دیگه نذر و نیازی هم داشتن، اما یادتون باشه اون زمان کارتخان نبود که کارت بکشن.
در هر حال مبالغی رو میدادند بماند، اما فلسفه وجودی چاه در امامزاده که میگن آینی و اعتقادی هست چیه؟ ببینید این موردی که عرض میکنم باور بفرمایید کمتر کسی هست بدونه. من نمیگم همه چیز دانم، من میخوام اطلاعاتی که دارم رو تقدیم شما کنم و شما آگاهیتون بره بالا، دانشتون بره بالا و اون چیزی که تو ذهنتون هست به همون برسید، حالا هر چی هست. در هر حال چاه‌های کنار امامزاده آیینی و اعتقادی بودند و به دستور حاکم اون ولایت حف میشد و افرادی که بی احترامی میکردند به اون سرداری که در اونجا دفن شده و بی حرمتی میکردند، اون افراد حتاک و فحاش رو داخل اون چاه میذاشتن، میبردنش داخل چاه و از بالا ادرار، خدمتون عرض بشه که شتر یا گاو نر، ادرارش رو میریختن روی اون شخص درون اون چاه تا اگر فحاشی کرده، حتاکی کرده به اون سردار میهن پرست، این شخصی که درون چاه هست پاک و مبرا بشه با ادرار شتر و شتر نر و گاو نر. پس دوستانی گرامی، چاه‌های کنار امامزاده برای افراد حتاک ساخته شده با شرایطی که خدمتتون عرض کردم. اما ما چاه دیگه ای رو داریم، بریم سراغ کیس بعدی. چاه دیگه ای رو داریم، دهانش رو با یک تخت سنگی مسدود کردن و کنار اون تخت سنگ رو با ملات ساروج بستن و به نوعی چاه مسدود شده، دیوارش ساروج، داخلش خاک علک شده است، داخلش خاک پخته است. همچین موردی رو مشاهده فرمودید، این مکان، مکان بهش میگن امانت سرا، امانت هایی که از مردم جمع میکردن در اینجا میذاشتن. ممکنه اون امانت سرا، اگر شخصی امانتی رو در اونجا گذاشته و سراغ اون نیومده، اون امانت اونجا هست. و اما اگر افرادی امانتی رو در اونجا گذاشتن و اومدن اون امانتشون رو پس گرفتن، ممکنه دیگه پس گرفتن، چیزی اونجا نیست. خب این از این. اما چاه دیگه، این چاه دوستانی گرامی، این چاه نیست، قنات هست. اگر شما در مکان نامی رشته های قناتی رو دیدید و بایستی برید مظهر قنات رو پیدا بکنید. مظهر قنات یعنی میل چاه شماره 1، میای میل چاه شماره 2، شماره 3، 4، 5، 6، 7، میل چاه شماره 7 رو پیدا میکنید. اطراف در سطح زمین، اطراف میل قنات شماره 7 رو با دقت هرچه تمامتر بررسی بکنید. ممکنه در تا شعاع 7 متری یک فرونشست بسیار جزئی در میل شماره 7 داشته باشید. اگر چنین فرونشست جزئی رو دیدید، اون پایین یک اتاقکی هست و درون اون اتاقک تمام مخارج ترمیم و مرمت اون قنات رو در اون اتاقک گذاشتن و اون اتاقک دوستانی گرامی با آجر پخته و سقف هلالی هست. بهترین راه برای پیدا کردن اون اتاقک در میل قنات شماره 7 دازینگ هست، که با دازینگ ابتدا میگید به من فضای خالی بده، فضای خالی رو که به شما داد ابعاد رو دقیق میزنید، نشون میگذارید و بعد از اون
عمق رو میزنید میگید، عمقی که میزنید میگی عمق رو از کف پای من بده، عمق رو از کف پا بده. چرا؟ چون اگه نگی از کف پا، عمق رو از جایی که شما دازینگ رو نگه داشتی، ممکنه این دازینگ بالای سرت باشه و از بالای سر تا کف زمین 70 سان 80 سان و گاهی 1 متر اختلاف داشته باشه. لذا وقتی میری پایین میبینی که شما در عمق زدن اشتباه کردی. چرا؟ چون شما به دازینگ نگفتی از کجا بزن، اون دقیقا از میل دازینگ زده. در هر حال دوستان گرامی، بعد از اینکه شما با دازینگ اتاق رو پیدا کردید و عمق رو زدید، میتونید نوع بار رو بزنید. نوع بار رو میتونید با دازینگ خالی بزنید، میتونید یک انگشتر یا قطعه طلایی رو به دسته دازینگ اتصال بدید و بار رو بزنید. ممنونم از همه شما، لایک و سابسکرایب یادتون نره. مخلص همه شما، کوچیک بزرگی تک تک شما دوستان گرامی، لایک بفرمایید، سابسکرایب بفرمایید، ارسال کامنت لاتین یادتون نره. دوستان کانال رو بالا بکشید تا افراد بیشتری بتونن از این کانال استفاده بکنن تا به اون رویا و آرزویی که در سینه دارن برسن. مثل همیشه امضای خدا پای تمام رویاها و آرزوهای زیبای تک تک شما خوبان فرهیخته. رضا ابراهیمی هستم، کالج باستانی، حق نگهدار.